بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به. فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. آدمی را نام نیکو حاصل از نام حیاست. خلعت فضل و سعادت کسوت نام حیاست. از حیا حاصل شود بهر تو آداب نیکو، لذت شیر ادب نوشیدن از جام حیاست. بی حیا را در محیط و جامع حرمت کجاست؟ مطلع خورشید حرمت گوشه بام حیاست. حسن و سیرت حاصل آید آدمی را از حیا، جمله اوصاف نیکو از خان انعام حیاست. خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد از عرض و سلام، پروردگار عالم را سپاس می‌گوییم که برای من و شما این لحظات و این فرصت‌ها را فراهم ساخت و از همه علمای ربانی و علمای دلسوزی که در هر گوشه تلاش می‌کنند تشکری می‌نمایم، خصوصا برادر عزیز و بزرگوار ما که قبلا صحبت داشتن، جناب مولوی صاحب بزرگوار. حقیقتا همه صحبت درد دل بود. باید من و شما قدر چنین علمای حق گوی خود را و علمای که ما را متوجه می سازند و دشمن را برای من و شما شناسایی می کنند، باید همیشه ما در خدمت چنین علمای خود قرار داشته باشیم. واقعا صحبت همه جانبه بود، در اخیر صحبت رسیدم، خیلی استفاده کردیم. خداوند برای ایشان و برای همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید و همه علمای ربانی ما را حفظ بفرماید و همه ما را عامل به دین بگرداند. بحث این هفته ما ارتباط به حیا می باشد، چیزی که امروز در بین جامعه اسلامی و تا حتی می توانم بگویم کشورهای اسلامی آهسته آهسته رخت سفر برداشته است. خود حیا و وقار در زندگی یک انسان و یک مسلمان چی تأثیرات دارد؟ آیا حیا در قرآن و حدیث چقدر تأکید شده است؟ قرآن عظیم الشان می‌فرماید ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید، به فحشا و منکر نزدیک نشوید. یعنی اگر انسان حیا داشت هیچ وقت و زمانی به منکرات و فحشا نزدیک نمی شود. حدیثی که تلاوت شد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که راوی این حدیث عبدالله ابن عمر هست، می فرماید که رسول الله از کنار مرد از انصار عبور کردند، تیر می شدند. یکی از انصار برادر خود را نصیحت می کرد و وعظ می کرد نسبت به حیایش، نسبت به این که چرا اینقدر شرمنده روی هستی، چرا اینقدر با حیا هستی. می خواست برادر خود را از اون شرم و حیایش کمتر کند. وقتی رسول الله این حالت را دیدن، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم دعه، ای مرد ترک کن این برادر خود را نسبت به این نصیحتی که داری. چرا؟ فإن الحیا من الایمان، حیا از نشانه های ایمان هست. هر انسانی که حیا دارد ایمان دارد و هر انسانی که حیا ندارد از ایمانش کاسته شده و ایمانش دارای ضعف می باشد. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از عمران ابن حسین روایت است که رسول الله فرمودند الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا چیزی به بار نمی آورد مگر خیر برای انسان. حالا چی باعث شد که این صحبت را این هفته انتخاب بکنیم روی مسئله حیا صحبت کنیم؟ در هفته گذشته نمیدانم که قبل از نماز بوده یا بعد از نماز جمعه، در هفته گذشته، حالا مسئله ورزش از نظر دین مبین اسلام هیچ مشکلی ندارد برای مردان، برای زنها بهترین ورزش همان کار منزل هست، کار خانه هست.
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بهترین زن زنی است که در خانه خود مستقر باشد و کار و سامان خانه را پیش ببرد و کار منزل را پیش ببرد. اما امروز طرح دشمن، نیت دشمن، هدف دشمن، هدف نهاییش این است که جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی را به سمت و سوی بی‌حیایی بکشاند. حالا ورزش‌هایی که ما در گوشه و کنار شهر می‌بینیم، بعضی برادران جوان که یک بار دیگر هم این را سال گذشته بود توصیه کردم که ورزش مشکلی ندارد، اما باید یک جوان ورزشکار ما جوان با حیای باشد، یعنی لباسش لباس انسانهای با حیا، انسانهای کسانی که با عزت و با عفتن باید لباسشان چنین باشد. اما امروز به تن جوانان ورزشکار ما شاید همه نباشند، اما اکثرا لباس بی حیایی است. حالا جوانی که در اروپا زندگی می کند و مسیحی است و یهودی است یا بالاخیر کسی است که خدا را نمی شناسد، هر گونه لباسی می پوشد خدایی ندارد، دینی ندارد، اسلامی ندارد، قرآنی ندارد، فردا هم توقع بهشت ندارد. اما جوان مسلمان ما وقتی ورزش می کند باید که لباسش لباس با عزت و با عفت باشد. حالا جوانهای ما ورزش می کردن، تا حال هفته گذشته به شهر پرگیرا می داشتن، نمی دانم از طرف کی بود، هر کس بود خدا هدایتش کند، مسابقات را برگزار کرده بودن، مسابقات دویش، دویدن. حالا در کنار برادران این انسانهای بدبخت و شقی خواهران را کشانده بودن. در این بخش مسابقات دویش خواهران شروع کرده بودند به دویدن. عجب حیای است به این شهری که میگیم شهر مفسرین و محدثین. حیا، من نمیگویم او دختر بی حیایی بود، پدرش بی حیا بود و مادرش مادر بی حیایی بود که فرزند خود را بی حیا تربیت کرد. به خدا قسم اگر در آن لحظه من آگاه می شدم، هفته گذشته تازه از سفر آمده بودیم، سفر چشت شریف، معلوماتی برای من نبود، به خدا قسم اگر من معلومات می داشتم و می دانستم و اون ساعت و ثانیه اش را من متوجه می شدم، به خدا قسم به جای خود نمی نشستم. قسم یاد می کنم به این سرحد نرسیده است که دختران این شهر و این مرزبوم را به کوچه و خیابان بریزن و به این سرحد مردم انوز بی غیرت و بی شهامت و بی حیا نشدن. شاید عده باشن به خاطر 4 روپیه مادی دنیا. حالا به اون پدرانی که دختران خود را به دوش روان کرده بودن، هفته گذشته بود، شاید 10 روپیه، 20 روپیه یا بالاخره شیء مادی بی ارزش را گرفت، تا به این هفته شاید خرج شد و رفت دنبال کارش، اما فردا به صحرای محشر چی جواب خواهد داد؟ قرآن می فرماید یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. بگو ای پیامبر برای زنهای خود، برای ازواج مطهرات، برای زنهای مؤمنین، برای دختران خود، یدنین علیهن من جلابیبهن، بگو که وقتی از خانه بیرون میشون با روسری کامل بیرون میشون. چرا؟ به خاطر که الا یعرفن فلا یؤذین، تا شناخته نشون و مورد آزار و اذیت گرگان و گرگ صفتان قرار نگیرن. پس برادران عزیز و بزرگوار، این موضوع را به این واسطه انتخاب کردم که امروز میخواهند دختران این شهر را، آیا اون دختری که بیرون شد اگر پدرش حیا نداشت حتما برادر کداشت؟ برادرش چگونه اجازه داد برای خواهر با عزت و با عفت خود، تا اینکه بیگانگان اون را بدوانن و بیگانگان به قط و قیافش نگاه بکنن؟
حتما از اون دختران و اون زنها را استاده کنید، شاید در بین اونها اسمش را پرسان بکنیم، بگه اسم من فاطمه هست و عایشه هست و زینب و خدیجه هست، شاید چنین اسمایه داشته باشن. اما فاطمه و زهرا با حضرت علی وصیت میکند که ای علی مرا در نیمه شب دفن کن تا اینکه قد و قیافه مرا کسی ندیده، بلکه که زمان مرا دفن کن که در حیات من کسی قیافه و قد مرا ندید، در ممات ما هم نبیند. آیا امروز چگونه ما ادعا می کنیم؟ خواهران ما ادعا می کنند که ما پیرو فاطمه و زهرا و پیرو عایشه صدیقه و پیرو ازواج مطهرات و زنان صدر اسلام می باشیم. مسئله دیگری که این موضوع را امروز انتخاب کردم، چند شب پیشتر جای دعوت بودیم، تلویزیون برادر روشن بود، نگاه می کردیم یک اعلانات جزئی، اعلاناتی که فقط به اصطلاح من و شما شیرینی مینوی، به اصطلاحی که ما می گوییم یک مینو و یا یک پوفک نمکیه که برای اطفال ساخته می شود، اعلاناتش را دیدم. سبحان الله، آیا یک مینوی بی ارزش وقتی به صفحه تلویزیون اعلان شود باید زنهای فجی و زنهای بی عزت و بی عفت بیاین این یک مینو و یک چاکلت را اعلان بکنن؟ پس امروز دشمن حرکت کرده تا اینکه فرزندان ما، دختران ما، تمام اعضای فامیل ما و جامعه ما را تبدیل به یک جامعه بی حیا و یک جامعه که در اون جامعه نه ضبط باشد، در اون جامعه نه عفت، تبدیل بگرداند. این موضوع این را انتخاب کردم که برادران عزیز و بزرگوار متوجه باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند حیا دیگر چیزی به بار نمی آورد مگر خیر، مگر عزت، عفت، پاکدامنی. هر انسانی که بی حیا شد از عزت و عفت و پاکدامنی و از همه محروم مانده. کسی که حیا ندارد، عفت کلام، عفت چشم، عفت دست و پا ندارد، وقتی عفت نداشت، عزت ندارد، جامعه‌ای که در آن جامعه حیا نبود، در آن جامعه عزت و عفت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم با احادیث صحیح و احادیثی که در بخاری و مسلم آمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرمایند. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که رسول الله فرمودند الایمان بضع و سبعون شعبه او ست و سبعون شعبه. ایمان 70 و چند شاخه هست. خیلی وقت متوجه می‌شویم خانه ای می‌سازیم، متوجه هستیم که در خانه ما چی کم بودی، کمبود هست. سامان خانه آیا کمبود نیست؟ از ظرف و از کاسه و از فرش و از تجملات ظاهری خانه همه متوجه می شویم، جستجو می کنیم، تحقیق می کنیم که چی در خانه ما کمبود هست. آیا روزی شده است که ما این که ایمانی که رسول الله فرمودن 70 و چند شاخه هست، آیا نظر به ایمان خود انداخته ایم که از این ایمان ما کدام شاخه هایش خشکیده است؟ کدام شاخه هایش به حالت رکود و حالت از بین رفتن هست؟ رسول الله می فرمایند الایمان بضع و سبعون شعبه. ایمان 70 و چند شاخه هست، 70 و چند شعبه هست. او بضع و 60 شعبه، یا اینکه 60 و چند شعبه و 60 و چند شاخه هست. فافضلها قول لا اله الا الله. بزرگترین شاخه ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله است. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماتة الطريق الأذى. پایین ترین شاخه ایمان و مرتبه ایمان این است که انسان خار و خاشاک و چیزهایی که سر راه مسلمان ها افتاده باشه به خاطر آزار و اذیت اونها را دور کرد. در حدیث رسول الله اخیر حدیث اشاره می فرماین اماتة الاذى عن الطريق، اخیر حدیث والحیا شعبة من الایمان. حیا شعبه است، شاخه است از ایمان. سبحان الله، اونهایی که حیا ندارن شاخه از ایمانشان کم شده است. حالا برادر زحمت کشیده، شرکت صنعتی ساخته، پول پیدا کرده، اولی کف دست پیدا کرده یا از فکر خود پیدا کرده، زحمت کشیده، اما چگونه برای خود جرأت میده به خاطر یک اعلان جامعه را به سمت سوی بی حیایی بکشانه؟ چگونه اسم خود را تاجر میگذاره؟ چگونه اسم خود را خدمتگار به جامعه میگذاره؟ شاید اگر با او بنشینیم بگوید خیر الناس من ینفع الناس، من به جامعه نفع میرسانم،
اما برای او تاجری که اگر هر آنچه که میسازد و تبلیغاتی که در تلویزیون میاندازد که زنهای بی حیا و زنهای بی عزت و بی عفت به تلویزیون میآیند تبلیغاتش را مینمایند، این تاجر تاجری نیست که به درد اسلام بخورد، این تاجر تاجری نیست که در خیر اسلام و جامعه اسلامی باشد، این تاجر است که فقط سنت سعیه در بین جامعه میگذارد و هر انسانی که به وسیله تبلیغات به سمت بی‌حیایی کشانده شود خدای تبارک و تعالی در روز قیامت از او پرسان می کند. اگر ما به حیای مسلمانان صدر اسلام نگاه بکنیم، سبحان الله، حیای صدر اسلام چگونه حیایی بود. حضرت عثمان ذی‌النورین خلیفه سوم اسلام، یکی از صفتهایش عثمان با حیا بود. سبحان الله، رسول الله با عثمان لقبی میدهند. لقبی که رسول الله با عثمان میدهند چیست؟ عثمان احیا امتی، عثمان با حیاترین امت من هست. این لقب رسول الله صلی الله علیه و سلم با عثمان میدهند. پس حیا اینقدر ارزش دارد. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین، مادر من و شما، روایت میکنند، میفرمایند در صحیح المسلم حدیثی میآورد که عایشه صدیقه میفرمایند روزی رسول الله در خانه نشسته بودند، خود را به یک پهلو انداخته بودند، به یک پهلو بودند، صدیق اکبر وارد خانه می شود. حضرت ابوبکر صدیق می آید به خانه، رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را تکان نمی دهند، از جای خود بر نمی خیزند، با او شروع می کنند به سخن گفتن. بعد از لحظات فاروق اعظم می آید به خانه، رسول الله از جای خود حرکت نمی کنند. بعد از لحظات عثمان ذی‌النورین به خانه داخل می شود، رسول الله از جای خود می نشینند. رسول الله صلی الله علیه و سلم حالت خود را تغییر می دهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر پارچه‌شان بلند رفته بود اون را پایین می کشند. بعد از این که با عثمان صحبت می کنند، حضرت عثمان ذی‌النورین از خانه بیرون می شود. عایشه صدیقه پرسان می کند که یا رسول الله، یا حبیب الله، شما وقتی فاروق اعظم و صدیق اکبر به خانه آمدن شما خود را تغییر ندادید، چرا با حضرت عثمان به جای خود نشستید، با او صحبت کردید؟ گفتن چگونه من از شخص حیا نکنم که ملائکه از او حیا می کند؟ چقدر حیا ارزش دارد. حضرت عثمان ذی‌النورین آنقدر با حیا بود که ملائکه از او حیا می کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مقابل حضرت عثمان به جای خود می نشینند، میگن چگونه از شخص حیا نکنم که ملائکه از او. پس حیا خیلی ارزش دارد. الحیا شعبه من الایمان، حیا شاخه است از شاخه های ایمان. اگر حیای زنهای صدر اسلام را مطالعه بکنی، یکی از اونها را به طور نمونه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را بیان میکنم که خواهران ما امروز باید درس حیا، درس عزت و عفت را باید از عایشه یاد بگیرند. عایشه ای که 16 آیت، بیش از 16 آیت به شأن پاکی عایشه نازل میشود، آن ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چی حیایی دارد. زمانی که رسول خدا فوت میکنند، زمانی که رسول الله فوت میکنند، حضرت عایشه صدیقه می رود بر سر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشیند، در حالی که رخسار عایشه و چهره عایشه پوشانده نبود. بعد صدیق اکبر فوت می کند، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن می شود، عایشه صدیقه باز هم می رود در کنار پدر خود و در کنار شوهر خود می نشیند، دعا می خواند. بعد از این دو یار بزرگوار، یار سومی فاروق اعظم فوت می کند، فاروق اعظم را در کنار رسول الله و صدیق اکبر دفن می کنند، عایشه صدیقه بعد از آن می رود با حجاب اسلامی رخسار را می اندازد و روبن می اندازد، صدای خود را بلند نمی کند، می رود کنار قبر پدر و کنار قبر شوهر می نشیند، بسیار آهسته و با وقار و با حیا بیرون می شود.
زنهای صدر اسلام، اون زنهایی که در صدر اسلام بودن پرسان میکنن ای عایشه شما در فوت رسول الله روی خود را نمی پوشاندید، زمانی که صدیق اکبر پدر شما دفن شد نمی پوشاندید، چی شد که در وقتی از زمانی که عمر دفن شده شما روی خود را می پوشانید؟ عایشه صدیقه می فرماید حیا من عمر، ما از حضرت عمر حیا می کنم که روی خود را نپوشم. سبحان الله، عایشه صدیقه از مرده ها حیا می کرد، اما زنهای امروز از زنده ها حیا نمی کنند، زنهای امروز از وی در بین جامعه حیا نمی کنند، زنهای امروزی از مردان اجنبی حیا نمی کنند. چگونه بگوییم ما پیرو مسلمانان صدر اسلام و چگونه بگوییم ما پیرو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می باشیم؟ پس اینها بودن که به صدر اسلام کسانی بودن که حیایشان چنان حیایی بوده که از فوق آسمان ها در شأن عایشه صدیقه آیه نازل می شود. سبحان الله، برادران عزیز و بزرگوار، بحث خیلی بحث طولانی و بحث کلی است، اما این را میگویم، دشمن آمده تا همه جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی را یکایک به سوی سمت بی حیایی بکشاند. امروز بزرگترین عامل بی حیایی چیست؟ تلویزیون ها و شبکه های افغانستان، تلویزیون های افغانستان همه دست به دست هم دادن تا ناموس این ملت، جوان این ملت، دختر و پسر این ملت را به سوی بی حیایی بکشانند. هیچ درسی ندارن جز درس بی حیایی، درس بی عزتی، درس بی عفتی. برادران عزیز، باید ما متوجه باشیم، اگر او هفته گذشته دخترانمون را به سمت و سوی خیابان ها به دویش انداختن، این را بدانیم، متوجه باشیم، اگر ما پیش روی اینها را نگیریم، اگر ما پیش روی اینها استادگی نکنیم، به والله قسم 5 سال بعد شاید تمام اختیار دختر و پسر از دست ما بیرون بشود. باید متوجه باشیم. امروز در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی، در رأس همه، در کشور آمریکا، پدر حق ندارد با دختر خود بگوید تو کی هستی، حق ندارد بگوید این کیست. دختر بهترین دوست آمریکایی برای خود انتخاب میکنه، اما پدر جرأت نمیکنه بگه این کی هست. زن تا حتی شوهر به سر زن حاکمیت نداره، میخوان کشور من و شما را، مردان من و شما را به سوی بی غیرتی و بی شهامتی بکشانن و زنان را به سوی بی حیایی بکشانن. ای امت اسلام متوجه باشید، امروز همه دست به دست هم دادن. اگر امروز ما عامل بی حیایی را یکایک ما بررسی بکنیم، در این زیقی وقت نمیشود، بزرگترین عامل بی حیایی وزارت اطلاعات فرهنگ هست. اصلا وزارت اطلاعات فرهنگ نیست، او اطلاعات و وزارت اطلاعات فرهنگ هست. اصلا فرهنگی نمی باشد. تمام فرهنگ دشمن آمد به کشور، وزارت اطلاعات فرهنگ کجا هست؟ تمام تهاجم های دشمن آمد، ملت به سوی سمت سوی بی حیایی کشانده شد، وزارت اطلاعات فرهنگ به کجا کار می کند؟ وظیفه و مسئولیتش چیست؟ این را ما با رئیس جمهور می گوییم. یک وزارت را عده کثیر اشغال کردن، همه اونها را نمی گویم، شاید اکثرا اونها انسان های بی حیایی باشند که جامعه را بی حیایی می کنند. به خدا قسم، دو سه شب پیشتر جای دعوت بودم، تلویزیون هرات، تلویزیون ملی، تلویزیونی که از فرد این ملت، تلویزیون از خون شهید و شهدا میچرخد، فیلم های مبتذل، اعلانات مبتذل و بالاخره نمایش های عجیب و مبتذل که همه اونها درس بی عزتی و درس بی عفتی بود برای جامعه. برادران عزیز، متوجه باشیم، بیدار باشیم. امروز اطلاعات فرهنگ هیچ کار نمی کند، هر کس هر کاری که می کند. چرا وزارت اطلاعات فرهنگ؟ اگر صلاحیت ندارد، ما وزارت اطلاعات فرهنگی نمی خواهیم. اگر چی می شود که به نام بگوییم ما وزارت اطلاعات فرهنگ داریم، ما ریاست اطلاعات فرهنگ داریم، ما فرهنگ و بالاخره اینها؟ امروز همه دشمن ها دست به دست هم دادن. برادران عزیز، این حرف ساده نیست که دختر شهر جامی و رازی و انصار به دوش شروع کند. آیا ما در کتاب های فقه نخواندیم؟ آیا ما از بحث بزرگان و از علمای خود ما نشنیده ایم که
باید زنها و قرن فی بیوتکن در خانه های خود مستقر باشند. باید زنها با عزت و با عفت باشند. من برای او خواهرانی که به حرف انسانهای مذبذب کردند، به حرف انسانهای درو و درنگ کردند، برای اونها میگویند خواهر عزیز، شاید ندانستی اما بیرون شده ای. این را بدن در کشورهای اروپایی، در افر، در آمریکا و اینها، یک زن از یک حیوان پستر شده است. امروز میخواهند تو را هم از حیوان پستر بگردانند. آیا میدانی تو جواهر هم یک سنگ هست، سنگان داخل کوچه هم یک سنگ هست. کسی یک دونه قیمتی از جواهرات دارد، آیا طلا هم، یا بالاخره از اون مرجان و از حقیق و از اینها سنگ های قیمتی، اون هم سنگ است. سنگی که داخل کوچه و بازار هم افتاده سنگ است. چگونه انسانی که سنگ حقیق را ببیند، سنگ قیمتی را ببیند، بر می دارد؟ آیا شما انگشترهایی که حقیق دار هست، هر کدام برادرها دیدیم که اطرافش نقره کاری است و بعد اون انگشتر به دست می شود تا این که ضربه با او سنگ حقیق وارد نشود، چون سنگ قیمتی هست، اطرافش نقره گرفته شده است، اما هیچ کس سنگ کوچه را بر نداشته، برای خود انگشتری نساخته. زنهایی که در اروپا زندگی می کنند، زنهایی که در آمریکا زندگی می کنند، اون زنهای اروپایی، زنهای غرب زده، اونها تبدیل به سنگ و ریزه کوچه ها شده اند. هر کس اونها را پایمال می کنه، هیچ کس توجه نداره. خواهر، برای تو می گویم امروز تو حقیقی، امروز تو طلایی، امروز تو به منزله یک سنگ قیمتی. اطراف تو را شریعت طلاکاری و نقره کاری کرده، گفته و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. متوجه باش خواهر، امروز تو را به دوش بیرون کردن، امروز تو را به ورزش بیرون کردن، امروز تو را به خیابان ها ریختندن، امروز تو را به دکان ها نشاندن، امروز تو را به کوچه و بازار بیرون کردن. فردا تبدیل میشی مانند ریگه های کوچه، هر کس تو را پایمال میکنه و بی ارزش میشوی. این را برای تو میگم خواهر مسلمان، برادر عزیز و بزرگوار. شما متوجه باشیم که این زنهایی که اینقدر شریعت برایشان ارزش داده، امروز میخوان اونها را مثل یک سنگی که داخل کوچه افتاده، اونها را بی ارزش بگردانن. پس الحیا شعبه من الایمان، حیا شعبه است، حیا شاخه است از شاخه های ایمان. زمانی که حیا از وجود انسان رفت، حدیثی داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند زمانی که انسان حیا نداشت، هر کاری که از دستش میآید انجام میدهد و باید هم انجام بدهد، چون حیا ندارد. شاخه از شاخه های ایمانش خشکیده و شاخه از شاخه های ایمانش رو به رکود و از بین رفتن هست. برادران عزیز و بزرگوار، چیز دیگری که عامل بی حیایی هست، نه تنها ما از وزارت اطلاعات فرهنگ گله نداریم، از وزارت معارف خود هم گله داریم. وزارت معارف اگر امروز کار میکند، آیا اکثر مکاتب را هر کدام من و شما آگاهی داریم؟ امروز در اکثر مکاتب، همه مکتب ها را نمیگویم، ما در مکتب ها معلم های خوبی داریم، معلمه های خوبی داریم، معلم ها و خواهرانی داریم خیلی محجبه و با حجاب، خیلی معلمان دلسوز، اما در کنارشان ما معلمان بی حیایی هم داریم. زنی که داخل مکتب می رود، برادر عزیز و بزرگوار، وقتی فرزند خود را مکتب روان می کنی، متوجه باش، خیلی از خواهرایی که اونها داخل مکتب میرون، برای اطفال درس یاد نمیدهن، برای اطفال تلاش نمیکنن، برای اطفال ارتباط به ادبشان کار نمیکنن، اما کارشان کار بی ادبی، کارشان کار بی حیایی از کجا به وجود میآید؟ معلمی که خود را آرایش کند، معلمی که لباس فجی بپوشد، معلم چگونه سر صف استاده شود و شاگرد چگونه از او چی یاد بگیرد؟ پس معلمی
که سر صنف با آرایش می رود، معلمه که سر صنف با اون لباس های فجی می رود، جز این که برای شاگردان مد و مدپرستی و بی‌حیایی را یاد بدهد دیگر چیزی نیست. خیلی از مکاتب داریم که اصلا این رعایت نمی شود، درس بی‌حیایی را دیگر شاگردان مکاتب از کجا یاد می گیرند؟ وزارت معارف باید متوجه باشد، ریاست معارف باید متوجه باشد، مدیران مکاتب و سرمعلمان مکاتب و معلمین مکاتب باید احساس مسئولیت بکنند که پروردگار عالم به روز قیامت از ما پرسان می کند. لحظه تفریع مکاتب به یک اداره زن و مرد نشستن و داخل اداره خنده و قهقه و مزاح و اینها صورت بگیرد، وقت تفریع اطفال و شاگردان از بیرون نگاه بکنن که معلم زن و مرد با هم دیگر میخندن، معلم زن و مرد کنار هم نشستن، آیا او شاگرد حیا را می آموزد یا بی حیایی را؟ پس باید وزیر معارف و وزیر اطلاعات فرهنگ و رئیس معارف و همچنین رئیس اطلاعات فرهنگ احساس مسئولیت کنند. به خدا قسم به روز قیامت از هر کس پرسان می شود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام ما مسئولیت داریم به اندازه توان خود، از رئیس جمهور خیلی پرسان می شود، از وزرا به اندازه وزیریشان، از کابینه به اندازه کابینیشان، از معلم به اندازه معلمیشان، از مدیر مکاتب به اندازه اون مسئولیتشان، از هر کس پرسان می شود. برادران عزیز و بزرگوار، امروز بزرگترین عامل بی حیایی تلویزیون ها هست، باید ما متوجه باشیم، این را بدانیم. اگر اینجا بگویم خدا از اون مسئولین نشرات ها بپرسد، این را من یقین دارم که می پرسد. به خدا قسم شب اول قبر از رئیس جمهور، شاید قبل از این که از او بپرسن من رب و که ما دین و که من نبیوک، شاید بپرسن چرا این جمعیت و این ملت و این زن و ناموس این کشور را به سوی بی حیایی کشنده ای. چنین نیست. تنها این نمیگویند که فقط رئیس جمهور به فکر خود باشد، و من یعمل مثقال ذره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره ذره پرسان می شود. به هر گوشه از این شهر اگر بی حیایی صورت می گیرد، اگر بی ادبی صورت می گیرد، اگر قتل صورت می گیرد، اگر بی امنی صورت می گیرد، خداوند در رأس همه و در قدم اول خداوند از رئیس جمهور و بعد از مسئولین پایین رتبه تا آخرین رتبه اش پرسان می کند. برادران عزیز و بزرگوار، امروز همه ما می دانیم که حکام ما، قدرتمندان ما همه به فکر خود هستند، اما ما باید به فکر خود بیاییم. امروز اگر قدرتمندان ما به فکر ما می بودن، اگر اونها به فکر عزت و عفت این شهر و دیار می بودن، من یقین داشتم پیش روی بی حیایی ها و پیش روی بی عزتی ها و بی عفتی ها می گرفتن. اما اونها به فکر خود هستن، ما باید به فکر خود بیاییم. ما باید دختر خوبی تربیه بکنیم، ما باید مادر خوبی تربیه بکنیم، ما باید نسل خوبی تربیه بکنیم، ما باید شب به خانه اولادهای خود را بشانیم، از اونها پرسان کنیم امروز بابا چه کار کردی، امروز چی معامله انجام دادی، آیا معامله تو خوب بود یا بد، امروز چی درسی خواندی، پیش کدام معلم خواندی، آیا معلمت و معلم با حجاب است یا بی حجاب است، آیا معلمت و معلم با اخلاق است یا بد اخلاق است، آیا معلم دلسوز است یا معلم غیر دلسوز است، اینها را ما پرسان بکنیم. باید خود ما متوجه حال خود باشیم. این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند الحیا شعبه من الایمان، حیا شعبه است، شاخه است از شاخه های ایمان. برادران عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، اگر حیا در وجود ما نبود، اگر حیا در اطراف ما نبود، این را بدانیم یکی از شاخه های ایمان از وجود و از ایمان ما خشکیده است. امروز ما نمیتوانیم همه بی حیایی ها یا اونهایی که حیا کمتر دارن اونها را بندازیم به دوش خواهرها. خیلی جوانان بی حیایی داریم، وقت مکتب خواهران با حجاب اسلامی میرن مکتب خود دنبال درس و تعلیم خود، اما خیلی جوانهای بی بندوباره. من یقین دارم اون جوانها به این جمع ما نیست. شاید
حیا باشد نماز جمعه نخواند، اما جوانی که در نماز جمعه آمده و در اینجا حضور داره وظیفه و مسئولیت اوست که دست اون جوانان را گرفته و اونها را با حیا بگردانند. دروازه مکاتب نگاه میکنیم، مکتبهای خواهرها، که یک جوان استاده این طرف نگاه میکند و این طرف نگاه میکند. از این نگاه چرانی چی به دست می آید؟ از این که به طرف یک خواهر مسلمان خود تو بخندی، چشمک و لبک داشته باشی، از این چی حاصل به وجود می آید؟ پس از او جوانانه که در این صفوف نماز قرار دارند، شما جوانان عزیز مسئولیت داریم تا این که وقتی با چنین جوانان بی حیای روبرو می شویم بگوییم برادر، تو خواهر داری، تو مادر داری، تو ناموس داری، آیا دوست داری کسی طرف خواهرتو نگاه کند؟ آیا دوست داری هر کس هر قدر بی حیا باشد اما دوست ندارد کسی طرف خواهر و مادر و ناموسش نگاه کند؟ پس ما و شما اگر چنین جوانهایی را میبینیم که مزاحم خواهرها میشوند، به دروازه مکاتب مزاحم خواهرها میشوند، و یا این که دیگر بی حیایی دارند، اونها را متوجه بسازیم. برادر دوست داری کسی دنبال خواهرت روان بشود؟ دوست داری دنبال ناموست روان بشود؟ دوست داری دنبال مادرت روان بشود؟ وقتی دوست نداری، بدان که این خواهری که تو مزاحمش میشوی، این هم برادر دارد، این هم پدر دارد، این هم شوهر دارد، این هم سرپرست دارد، بی سرپرست نشده است. پس امیدواریم که همه ما دست به دست هم بدیم تا اینکه جامعه ما یک جامعه با حیای باشد. همه ما دست به دست هم بدیم. به خدا قسم اگر به یک شب از 100 منطقه زنگ بیایه، به تلویزیون هرات زنگ بزنیم بگیم فیلم مبتذل نندا، من یقین دارم دیگه پدر اون جرأت نمیکنه که فیلم مبتذل پخش بکنه. اما خیلی جای تأسف، خیلی جای تأسف میبینیم برادر زنگ میزنه رادیو، گاهی وقت متوجه میشم خوندن فلانی را برای من بندا. خب برادر عزیز، تو خوندن فلانی را دوست داری؟ میدانی که با این خوندنی که تو خواهش کردی، هزارها نفری که میشنود به گناه و معصیت آلوده میشود، گناه هزاران نفر هم به گردن توست. این از خواهش میکند فلان فیلمو، فلان فلانو، بالاخره اینها. باید همه ما متوجه باشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ قومی را تغییر نمیدهد، خداوند هیچ قومی را عذاب نمیکند، خداوند هیچ قومی را متحول نمیسازد و متغیر نمیسازد، مگر اینکه اون قوم خود را تغییر میدهند. برادران عزیز و بزرگوار، فقط وظیفه و مسئولیت ما این است که هر کدام ما دست یک نفر را بگیریم. یک جوان اگر میبینیم متوجه نیست، حالا خواهرانی که به دوش بیرون شدن شاید متوجه نباشن، شاید گناه ندانن، شاید ندانن که این خلاف شریعت هست، شاید خواهرانی که ورزش میکنن شاید ندانن که این گناه و معصیت هست، اما باید ما اونها را متوجه بسازیم. خواهرانی که در نماز جمعه حضور دارن باید اونها را متوجه بسازن. باید هر کدام ما دست به دست هم بدیم. امروز تمام دشمنها دست به دست هم دادن تا جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی را به سوی بی‌حیایی و بی‌عزتی و بی‌عفتی بکشانن، اما ما دست به دست هم بدیم تا این که نتوانن ما را به سمت سوی بی‌حیایی بکشانن. پروردگارا به عزت و شرافت دوستانت، خدایا پروردگارا خواهر و برادر ما را با حیا بگردان، خدایا پروردگارا خواهر و مادر و همسران ما را با حیا بگردان، خدایا پروردگارا جوانان و نوجوانان را، دختر و پسر را با حیا بگردان، خدایا پروردگارا بی‌حیایی و بی‌عزتی و بی‌عفتی از جامعه اسلامی دور بگردان، خدایا اونهایی که میخوان این جامعه را بی‌حیا بگردانند، خدایا اونهایی که میخوان این جامعه را به سمت سوی بی‌حیایی بکشانند، خدایا اونهایی که میخوان این جامعه را به سوی بی‌عزتی بکشانند، خدایا اونهایی که میخوان این جامعه را به سوی بی‌عفتی بکشانند، خدایا آنها را هدایت کن، خدایا آنها را هدایت کن، خدایا آنها را هدایت کن، خدایا اگر قابل هدایت نیستن همه اونها را محو و نابود بگردان، خدایا پروردگارا رئیس جمهور ما را عادل بگردان، خدایا رئیس جمهور ما را عادل بگردان، خدایا رئیس جمهور ما را از زیر یوغ دشمنان خلاص بگردان، خدایا رئیس جمهور ما را از زیر سلطه بیگانگان نجات بده یا الله، خدایا او را هدایت کن، خدایا او را هدایت کن، خدایا وزرا را هدایت کن، کابینه افغانستان را هدایت کن، خدایا پروردگارا بر اونها توفیق بده که احساس مسئولیت کنند، خدایا اگر اونها خود را فروختند، خدایا اگر این امت را میخواهند به ویرانی بکشند،
میکنن. خدایا اگر نیت و قصدشان خدمت نیست، نیت و قصدشان فریب و حیله و مکر است، خدایا نماز جمعه هست، خدایا دستان موسفیدها، پیرها، جوانها، خواهر و برادر دستا به طرف تو دراز است. خدایا اگر از رئیس جمهور گرفته تا پایین رتبه میخوان این ملت را به ویرانی بکشانن و نیت سوی دارن، خدایا همه محو و نابود بگردان، خدایا همه محو و نابود بگردان. خدایا بر ما یک حکومت اسلامی، یک پادشاه عادل عنایت بفرما. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه و نور عرشه و مظهر لطفه سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.